با سلام و درود بیکران خدمت هموطنان عزیز کشورم که بیننده برنامه پرشین اوارد هستند. من حمیده، یک بار دیگه این افتخار نصیبم شد که در خدمتتون باشم با معرفی ورزشکاران صاحب نام ایرانی. امروز میزبان جناب آقای شاهین ذوالفقاری، مدال‌آور ارزنده کشورمون در رشته بادی کلاسیک و فیزیک هستیم. با ما باشید تا با ایشون بیشتر آشنا بشیم. عرض ادب و احترام خدمت شما آقای ذوالفقاری، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. لطفاً خودتون رو معرفی کنید، بفرمایید اهل کجا هستید و الان کجا تشریف دارید. سلام به شما و بینندگان محترم برنامه پرشین آوارز. خوشحالم که مهمون شما هستم. شاهین ذوالفقاری هستم، متولد 1361 تهران و از سن 18 سالگی ورزش بدنسازی رو به طور حرفه‌ای، یعنی از 4-5 سال قبلش مثلا تقریبا 14-15 سالگی ورزش میکردم، اما از سن 18 سالگی به طور جدی ورزش رو ادامه دادم و برهمنی تهران کشور ورزش بادی کلاسیک و نایب برهمنی آسیا، نایب برهمنی مسابقات آرنولد کلاسیک آمریکا سال 2016 و بعد از اون مدال طلای مستر المپیای سان مارینو 2017 و اوورال مسابقات سان مارینو سال 2017 که اونجا موفق شدم کارت حرفه‌ای رو بگیرم که دورشه ما بهش میگن IFBB پرو. و بعد از اون تقریبا 6-7 ماه بعدش سال 2018 اومدم مسابقه حرفه‌ای تورنتو شرکت کردم و بعدش مسابقه حرفه‌ای ونکوور، آخرین مسابقه‌ام بود که مدال نقره رو گرفتم تو مسابقه ونکوور پروشو سال 2018 و واسه سال 2019 هم آماده شده بودم که ویزام دیر اومد. سال 2020 اومدم کانادا که قشنگ همه چی آماده باشه بتونم مسابقات هم بدم که کرونا اومد کلاً. یه تعریفی که در خدمت شما هستم. آقای ذوالفقاری، به نظر شما بهترین سن برای قدم گذاشتن در رشته ورزشی شما چه زمانی هست؟ خب این یه رشته‌ایه که باید حتماً اون ژنتیک لازم و پتانسیل لازم براش داشته باشین و من فکر می‌کنم تو سن دبیرستان میتونن بالا بچه‌ای که علاقه‌مندن که به این رشته شرکت کنن توش فعالیت داشته باشن، از همون سن دبیرستان مشخص میشه که اون ژنتیک رو دارن، اون به اصطلاح پتانسیل رو دارن، میتونن موفق باشن یا نه. آقای ذوالفقاری، لطفاً در مورد رشتهتون که بادی کلاسیک و فیزیک هست یه توضیح مختصر برای بیننده های ما بدید. که این دو رشته چه فرقی با هم میکنن؟ درسته. ببینین الان تو رشته کلن بادی بیلدینگ یه زیرشاخه های مختلف داره. ما متعددترین مسابقاتی که تو بادی بیلدینگ برگزار میشه مسابقات مستر المپیا و بادی کلاسیک آرنولد کلاسیک هستش که اینا کاتگوری مختلف داره. رشته 212 پوندی داریم، یعنی کاتگوری 212 پوند سنگین وزن که اوپن میشه، فیزیک داریم و کلاسیک فیزیک. حالا فرق اینا تو چیه؟ رشته بادی کلاسیک شما پوزینگ دارین، فیگور دارین، یه سری معیارهای قد و وزن و مهندی باید داشته باشین. رشته فیزیک به این حالت نیستش، اوپنه و یه جورایی جنگی بین ژنتیکاست، یعنی ژنتیک بهتر میبره چون بالاخره همه تو سطح همه حرفه‌ای هستن و زحمت زیاد میکشن. رشته بادی بیلدینگ سنگین وزنم که اوپن مشخصه و وزنی نداره و 212 پوندی بعد مسابقه وزنشون 212 پوند باشن. این کاتگوریای بادی بیلدینگ هستش تو رشته آقای و ما خانم فرق میکنه. چی شد آقای ذوالفقاری که این رشته و ورزش رو به عنوان هدف و حرفه انتخاب کردید؟ آیا تو خانوادهتون کسی بود که شما رو به طرف ورزش هدایت کرد و شما رو مورد حمایت قرار داد؟ خب ساپورت که کردن بعدش، اما کسی که بگه بیا مثلا این رشته رو ادامه بده یا مثلا با اسمش که من برم این رشته، نه کسی نبود. اون علاقه دلی خودم بود، عشق خودم بود. خب بچگی خب مثل همه تینیجرها همه آیدل داشتم واسه خودشون. آیدل من آرنولد بودش، فیلم ترمیناتور بودش و این داستانا همیشه من رو نگاه میکردم و خیلی دوست داشتم این رشته رو و این بود که وارد این رشته شدم. چطور بین زندگی شخصی و حرفه‌ایتون تعادل و هماهنگی برقرار میکنید؟
اموری مثل تشکیل خانواده و داشتن فرزند روی زندگی حرفه‌ایتون چه تأثیری داشته؟ خب خیلی سخته که شما بتونین تعادل رو تو این برنامه داشته باشین، چون من خودم تو 5-6 سال گذشته همیشه تو این چند سال تو رژیم‌های سنگین آماده سازی برای مسابقات و یه جورایی از کل خانواده دور بودم، یعنی چون شما همش تمرکزتون رو تمرین رو هدفتونه، رژیمی خسته این بدنتون اصلا کشش نداره، شب حوصله‌ایش که نداریم، نه حوصله مهمونی رفتن، هیچی، یعنی یه لایف استایل اینه یه سربازی دیگه، یه همیشتون رو تایم غذاتون رو تایم باید باشه اون کار انجام بدیم بره. اما بعدش خب وقتی که بچه دار شدم تصمیم گرفتم که یه مقدار بیشتر وقت واسه خانوادم بذارم، چون میدونستم که اگه این کار رو نکنی پشیمون میشی، چون اون تایمی که اکثر ورزشکارا میفتن تو اون تایم اون پریود مسابقات و یه نمیفهمن دارن چیکار میکنن، یعنی فقط اون تارگت و هدف میگیرن و میرن جلو و اون زندگی شخصی خودشون خانوادشون رو حالا فراموش هم نکنن، خیلی سخت میشه ارتباط باش برقرار کنن، چون واقعا شرط سختی میشه. اما خب من دیگه این کرونا و تعطیلی و اینا همه بهانه‌ای شد که کلا یه یک سال زندگی حرفه‌ای و ارزش حرفه‌ای رو بذارم که الان بیشتر الان تقریبا یه 3 سالی هست من استیج نرفتم. خب سال اولش به خاطر دیر اومدن ویزام بود که ویزام دیر اومد نتونستم مسابقات نرسیدم، درستی آماده بودم مثلا تا یه هفته قبل از مسابقات آماده بودم. دیگه 2020 هم که کرونا شد و دیگه 2021 هم که الان توش هستیم و دیگه من خب یه پسر تقریبا 8 ماهه دارم اسمش میلانه، تمام وقتمو تو این 8 ماه واسه بچه‌ام گذاشتم، قبلش هم حالا سعی کردم که به خانومم کمک کنم. کلا یک سال خورده‌ای زندگی و از شرفیمو گذاشتم کنار که در خدمت خانواده‌ام باشم. دوره های سخت و طاقت فرسای رژیم، حجم و آمادگی برای مسابقات مستلزم حمایت خیلی زیادی از طرف خانواده ورزشکاراست. آیا شما این حمایت رو دریافت میکنید؟ خوشبختانه من خب خانومم تقریبا یه جورایی اینه مدیر برنامه و اینه منیجرمه دیگه، انقدر بعد مسابقات چون همیشه تو این چند سال کشورهای مختلف همیشه رفتیم دیگه الان از من واردتره که باید چیکار بکنیم، رجیسترها رو بلده، یعنی قشنگ خیلی یه شانسیه که همچین خانومی دارم که میتونه همیشه پشتم باشه به عنوان حالت منیجر، بتونه کارو انجام بده و همیشه هم ساپورت خانواده‌ام بوده، هم ساپورت پدر مادر، خدا رو شکر توی این مسئله همیشه خوب بودن همه با خدا حفظشون کنه. حضور مستمر توی باشگاه و انجام تمرینات منظم و طولانی چه تأثیری در روحیات شما داشته آقای ذوالفقاری؟ خب یه سری بالاخره میدونی شما معلوم تقریبا 20 سال زندگیتون رو شما فکر کنین توی یه باشگاهی باشین که همش صدای آهن، همش صدای موزیک، همش صدای داد، همش یعنی رو این فرم بوده، خیلی تأثیر، یعنی چرا یه موقعی اذیت میکنه، اما خب انقدر دوست دارم این رشته رو، انقدر این کارو دوست دارم که بالاخره جزء سختی این رشته حساب میشه این مسئله، اما خیلی تأثیر اونجوری نذاشته. فعالیت های ورزشی شما آقای ذوالفقاری فقط به تمرینات توی باشگاه خلاصه میشه یا شما تمرینات حوازی هم انجام میدید؟ نه من حتما تمرینات حوازی مخصوصا خارج از باشگاه، تمرینات آدورم خیلی، یعنی من حوازی تو باشگاه خیلی نمیزنم، سعی میکنم همیشه بیشتر حوازی آدور بزنم، حالا هوا خوب باشه صبح میرم بیرون میدونم، حالا اگه حالا بارونی نام باشه اون تایمی که هوا مساعده اون به اصطلاح کاردی آدور نباشه تو باشگاه رو میزنیم، اما ترجیح میدم که حوازی همون بیرون از باشگاه باشه چون لحاظ روحی منتالی خیلی بهتره. تغذیه و رژیم غذایی چه تأثیری توی موفقیت یک بدنساز داره؟ تقریبا میتونم بگم که مهمترین مسئله تو این رشته که همش به اون رژیم غذایی شما خلاصه میشه یکی از مهمترین مسائل، یعنی اگه شما بخوای بگی من تقریبا میتونم شما بگم 70% این رشته به رژیم غذایی ربط داره، اون رژیم غذایی که شما وقتی رعایت میکنید اون نظم و دیسیپلین میرین جلو میتونین اون نتیجه ریزالت خوب بگیرین، چون بهترین تمرینات هم داشته باشین بهترین حوازی ها هم بزنین اما رژیم غذایی مناسب نشه باشین هیچ وقت نتیجه رو نمیگیرین. این که از لحاظ جسه و حجم عضلات با دیگران متفاوت باشید چه حسی درون شما ایجاد میکنه؟
حس خوبیه به نظر من، خودم این حس رو دوست دارم. یه حالا نه اعتماد به نفس کاذب، اما خب یه اعتماد به نفس خیلی خوبیه وقتی شما همیشه از اون بدنی که دارین تو آینه نگاه میکنین لذت ببرین و اون فیدبکی که از مردم میگیرین خب خیلی حس خوبیه، من خیلی دوستش دارم. آقای ذوالفقاری، رشته ورزشی شما فدراسیون مستقلی داره یا زیر نظر فدراسیون دیگه ای فعالیت میکنه؟ فدراسیون داره، اما خب یه فدراسیونه که شما وقتی که حرفه‌ای میشین تو، یعنی بخواین تو ایران باشین زیر نظر فدراسیون باشین، عمر ورزشی شما تموم میشه. چون این رشته به نظر من یه رشته انفرادیه و فدراسیون در موقعی میتونه واسه شما نقش داشته باشه که شما رو ساپورت کنه تا لحظه که میرسی رو استیج. اما وقتی که شما خودت مثلا وقتی 5 سال ورزش کردی، زحمت کشیدی، بعد میای یه مسابقه انتخابی دی، تازه وارد فدراسیون میشی، و یعنی فدراسیون کاری برای شما نکرده و شما وارد مجبوری یه سری مسابقات میشی که فدراسیون واسه شما تعیین میکنه، و وقتی هم تو اون مسابقات که برین حتی طلا هم بگیرین، اول هم که بشین، باز هم شما تو رده آماتور میمونید و نمیتونید، یعنی نکست لول ندارین شما بخوام برین بالاتر. واسه همین فدراسیون ما یعنی در از هیچی نیست ایران، یعنی یه فدراسیون بی اعتباره که متاسفانه شما چون وقتی که میخواین برسین به نکته، شما هر رشته ای یه انتهایی داره، مثلا شما فوتبال بالاترین گریدش جام جهانیه، خب بدن سازی مستر المپیاس، اگه شما میخواین مستر المپیا برسی باید اول وارد مسابقات ام پی سی بشین، مسابقات ام پی سی طلا بگیرین اول بشین، بعد اوورال بشین تو مسابقات، اون موقع تازه شما کارت آی اف بی پرو دریافت میکنین، بعد میرین تو آی اف بی پرو لیگ مسابقات حرفه‌ای میرین. حالا این مسابقات میتونه مثلا تورنتو پرو باشه، میتونه ونکوور پرو باشه، میتونه نیویورک پرو باشه، ورلد واید این مسابقه همینجوری دنیا برگزار میشه و اونه که اول میشن مستقیم کوالیفای میشن برای مستر المپیا لاس وگاس، اونایی که دوم سوم میشن میره تو رده امتیازی. خب وقتی ما فدراسیونمون اصلا همچین چیزی نداره، اصلا رده حرفه‌ای نداره، یعنی شما وقتی تو بگی اصلا مسابقات ام پی سی نمیبره، یه فدراسیون به اسم آی اف بی میبره مسابقات میده که شما بازم در انتهاش نه به کارت حرفه‌ای میرسی نه به مستر المپیا میرسی. متاسفانه خیلی از بچه‌ها، چون ایران بچه‌های ایران بهترین ژنتیکای دنیا رو میرشته داره و این به دنیا ثابت شده است این مسئله، و فقط به خاطر اینکه ما یه فدراسیونی داریم که یعنی یه جورای نامعتبره و آینده‌ای برای بچه‌ها ندارن، میرن تو مثلا این بچه‌ها هستن میرن تو تیم ملی 5 سال 6 سال تو تیم ملی ان، هی اول میشن هیچ مرحله دومی ندارن میتونن پیشرفت کنن، اگه بخوام بیان تو مسابقه ام پی سی از اون فدراسیون کشورشون باید خارج بشه. و متاسفانه ورزشی شده تو ایران همه چیش انفرادی این رشته. شما هزینه و حمایت‌های لازم رو در بحث تغذیه و مسائلی مثل اسپانسرینگ یا مکمل‌های مورد نیاز ورزشکاران رو از جانب مسئولین فدراسیون دریافت می‌کنید؟ نه خیر، اصلا فدراسیون هیچ وقت اسپانسر نمیشه. تو ایران عین مثلا خود امریکا، عین کانادا، برندهای ساپلیمنت‌ها هستن که میان چیکار میکنن، اتلتا رو میگیرن به اصطلاح اسپانسر اتلتا میشن که تو اون تایمی که اون اتلت واسه مسابقه داره آماده میشه رو استیج میره با اسم برند اینا بره، و اسپانسرینگ 100% یه چیز انفرادی بازم خود اون ورزشکار و اون شرکتی که میاد اسپانسر شما میشه، اصلا با فدراسیون هیچ ارتباطی نداره. آقای ذوالفقاری، فدراسیون برای اعزام به مسابقات شما رو از لحاظ مالی ساپورت میکنه یا ثبت نام ها و واریز وجوه توسط خود ورزشکارا باید انجام بشه؟ بله، من همون خدمتتون عرض کردم فدراسیون هیچ حمایتی نمی‌کنه، همه چی صرفاً با خود ورزشکاره، مگر اینکه شما بخواید تو مسابقاتی شرکت کنی که مورد قبول فدراسیون باشه، که الان مسابقه آی اف بی هست که دیگه هیچکی نمیره مسابقه بده، چون همه دوست دارن که برسن به بالاترین سطح این ورزش، برسن به مستر المپیا، و این فدراسیونی که همش یعنی شما درجا هستیش بعد دومی ندیش پیشرفتی نداری. آقای ذوالفقاری، به ما بگید که رفتن روی استیج و قدم زدن و فیگور گرفتن روی اون چه حسی در شما ایجاد میکنه؟ اون لحظه چی توی ذهنتون میگذره؟ به جرات میتونم بگم زیباترین و بهترین حسی که یه ورزشکار حرفه‌ای، حالا تو هر رشته خودش، حالا یکی تو فوتباله، یکی تو رشته منه، من دور اشتر خودم وقتی رو استیج میرم واقعا دوست دارم مثلا تموم نشه، چون شما یک سال رژیمی ورزش میکنی، زحمت میکشی، تو سخت‌ترین شرایط میگذرونی،
فقط به خاطر 10 دقیقه استیج. یعنی این فوتبال نیست مثلا شما به 2 تا 45 دقیقه بازی کنین، حالا به پنالتی بکشه، حالا یه شانسی باشه، اصلا این چیزی نیست. خودتی یا خودت و رون استیج هستی و باید بهترینی که داری رو رون استیج به اصطلاح پروموت کنی، به نمایش بذاری و خیلی حس زیباییه. یعنی تا کسی عاشق این رشته نباشه، عاشق مسابقه دادن، استیج رفتن نباشه، این تجربه رو نکنه نمیتونه اون لذتش رو درک کنی که چقدر بالاست. آیا الگوی یا اسطوره ورزشی بوده که شما به عنوان الگو از ایشون الهام بگیرید از کتاب ها؟ بله 100%، آرنولد. رمز موفقیت های شما چی بوده آقای ذوالفقاری و چطور میشه در رشته ورزشی شما به جایگاه بالایی دست پیدا کرد؟ به نظر من اول از همه که اون تلاش نامحدودی که شما باید بکنین، یعنی اصلا استمرار، یعنی این رشته‌ای که صبر زیادی میخواد و هیچ فرمولی نداره، همش تکراره. یعنی شما یه کاری رو باید هر روز تکرار کنی، سالها تکرار کنی و بری به اون هدفی که میخوای، به اون چیزی که میخوای برسی. و اینکه میام، یعنی یکی اینکه ناامید نباید بشین، چون من خودم یه زمانی آرزوم بود بره مسابقات آرنولد کلاسیک رو ببینم از نزدیک، آرنولد کلاسیک آمریکا رو، و اینکه اصلا فکرش نمی‌کردم. یعنی همیشه میگفتم خب من که الان مثلا معافی ندارم، سربازی نرفتم، شرط مالی خوب نیست، هیچ وقت به این مسابقه نیستم، آمریکاست، ویزا نمیده. اما تو یک سال همین اتفاق افتاد و من پام رسید به اون استیج و بهترین مسابقه دادم با بزرگترین آدمای این رشته خودم که علاوه اسمی خیلی بزرگن مسابقه دادم، همشون رو به اصطلاح گرفتم دو مسابقه و تونستم نایب قهرمانی مسابقه آرنولد کلاسیک آمریکا رو بگیرم، در حالی که هیچ وقت اصلا تو خوابم نمیدیدم تا برسم استیجش رو بتونم ببینم مسابقاتش نزدیک. و اینکه وقتی یه نفر یه هدفی داشته باشه، من خودم اینطوری بودم، انقدر تلاش میکنم تا بهش برسم. یعنی اصلا این چیزی که آدم ناامید شه و استرا گیو اپ کنه اینا معنی نداره، مخصوصا تو این رشته. چون بچه‌ای که از ایران میرن واقعا همینی که برسن به اون استیج به نظر من خودش قهرمانیه. چون شما از ایران بخوای بیای بیرون واقعا این هفت خوان رستم باید رد کنی. حالا اگه ویزا بهت بدن، شرایط ویزا گرفتن داشته باشی، تو اون رژیم سختی که هستی، استرسی که میکشی، چون من خودم مثلا تورنتو که مسابقه دادم، یه سری حالا بچه‌ای که بودن اونجا باش آشنا شدم، حالا آمریکایی بودن، از نیویورک اومده بود با ماشین، همینجوری اومده بود تورنتو مسابقه میداد، با ماشین میرفت یه شهر دیگه مسابقه میداد، من اومده بودم جت لگ، هنوز نمیدونستم چی به چیه، هنوز یعنی خیلی شرط ایرانی بچه ایران سخته. بعد خارجی ها آماده سازی میکنن برای مسابقات، مثلا تو یک ماه 4 تا مسابقه میدن، اما ما آماده سازی میکنیم مثلا بعد یک سال این هم هزینه همه چی، مثلا فقط یه دونه مسابقه میتونیم بدیم، ماکسیمم دو تا مسابقه میتونیم بدیم که اگه اصلا اون مسافتش با هم نزدیک باشه بتونه با هم دیگه بخوره. و اینکه میام واقعا بچه های ایران دمشون گرم، اونایی که میرن مسابقه میدن انفرادی شخصی، میدونن خیلی سختی رو میکشن که پاشون به اون استیج میرسه و واقعا خیلی با ارزشن همشون. پس به گفته شما تلاش و امید موثرترین آپشن برای رسیدن. بله تلاش مسیر شما. اگه آرزویی دارید، اگه هدفی دارین، باید دنبالش بکنید، یعنی منتظر نباید بشید و انقدر تلاش کنید تا بهش برسید. آقای ذوالفقاری، اگر شما میتونستید توی دنیای ورزش یک نکته رو فقط عوض کنید، اون نکته چی میتونست باشه؟ تو رشته خودم دیگه، تو دنیای ورزش. دنیای ورزش، خب من 100% یه کاری میکردم تو رشته خودم، پرشندام. چون من ایسی همیانه خدمتون بگم، بیشترین مدالی که کشور ایران تو مسابقات جهانی متوهم مسابقات گرفته تو رشته پرورشندان بوده. یعنی تمام رشته‌های دیگه هر چقدر مدال بگیرن بازم به این حد مدال پرورشندان نمیرسن. پس چقدر ما ژنتیک داریم، یعنی ژنتیک هم نه، چقدر بچه ما سوپر ژنتیک هم تو ایران و دیده نمیشن. من اولین کاری که اگه بتونم این روز تو این رشته انجام بدم، اولش یه فدراسیونی میذارم اینجا که بر طبق معیارهای اول دنیا، روز دنیا باشه، نه اینکه یه فدراسیونی باشه که ورزشکار توش به آینده ای نرسه. و اول بچه‌ای که خیلی ژنتیکای خوبی دارن و همه رو جمع میکنم
و به هزینه خود کشور ایران، به هزینه خود فدراسیونی که قرار باشه مسابقات معتبر و وقتی بچه حرفه‌ای میشن ازشون ساپورت میکنن مثلا تو مسابقات حرفه‌ای، یعنی صفر تا صد کنار اون ورزشکار وای میسیم. اگه این دست من باشه که بخوام یه کاری بکنم، رشته پرورش دندان و یه فدراسیون مستقل خوب بر اساس معیارهای روز دنیا با روز دنیا بره جلو و جز بزرگترین قطب دنیا میشه و الان هم هست، اما خب همه چی انفرادیه. یعنی اسم بچه ایران میاد همین میگن اوه مثلا میترسن بچه ایرانی که مسابقه مختلف دنیا شرکت کنن، اما حیف که همشون با سختی، یعنی ما خیلی داریم، خیلی ژنتیکای عجیب غریبی داریم که پول ندارن مثلا آمادشن برای مسابقه، هزینهشو نمیتونن برای برای بلیط، برای هتل اصلا نمیتونن هزینه رو بکنن و دیده نمیشن و من یه کاری میکنم که همه بچه‌ها دیده بشن و بدرخشن. آقای ذوالفقاری، آیا شخص خاصی در زندگی شما بوده که شما رو در مسیر کسی که الان هستید هدایت کرده باشه و اگر هست الان با ایشون چه صحبتی دارید؟ بله، همسرم هستش، ازش خیلی ممنونم که این همه سال تو رژیم تو اون شرایط سخت همیشه من رو تحمل کرده، همیشه حامیم بوده، پشتوانم بوده، همینجا ازش تشکر میکنم، مرسی که انقدر همیشه حوامو داشته. و ممنون از همه ورزشکارانمون که همیشه سرفراز، متواضع و خانواده دوست هستن. آقای ذوالفقاری، در پایان من به عنوان عضو کوچکی از تیم بزرگ پرشین ایوارد از اینکه قبول زحمت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید و دقایقی کنار ما بودید و اجازه دادید که از تجربیات شما بهره‌مند شیم کمال تشکر رو دارم. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد، پیروز، تندرست و سربلند باشید.